بهار رهنما به مناسبت تولد فرزندش پریا قاسمخانی یه لایو جنجالی گذاشت و صحبت‌هایی رو درباره پیمان قاسمخانی انجام داد و از پشیمونیش به خاطر طلاقی که از پیمان قاسمخانی گرفته صحبت کرد و به صورت غیر مستقیم نسبت به پیمان قاسمخانی ابراز علاقه کرد و گفتش که هنوز یه نقاط طلاقی عاطفی میونمون وجود داره. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های جنجالی بهار رهنما رو میشنویم و راجبش صحبت میکنیم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. بهار رهنما به مناسبت تولد دخترش پریا قاسمخانی یه لایوی رو توی اینستاگرام قرار داد و صحبت‌هایی رو درباره دخترش و همسر سابقش پیمان قاسمخانی انجام داد. بهار رهنما راجع به تصمیمش برای جدایی و طلاق از پیمان قاسمخانی صحبت کرد و گفتش که درست و غلط مسیرمون رو نمیدونم، ولی با این کارم باعث شدم که دخترم دختر طلاق بشه. هم من و هم پریا بعد از این اتفاق روزهای خیلی سختی رو داشتیم که میتونستیم این روزهای سخت رو تجربه نکنیم و من تا ابد با پیمان قاسمخانی به خاطر وجود پریا یه سری نقاط اشتراک عاطفی داریم که این رشته‌ها و این نقاط هیچ وقت از هم جدا نمیشن. و بهار رهنما با این صحبتاش یه جورای غیر مستقیم و توی لفافه به خاطر طلاق اولش و جداییش از پیمان قاسمخانی ابراز پشیمونی کرد. طلاق و جدایی که هم به بهار رهنما صدمه زد هم به دخترش پریا قاسمخانی. البته پیمان قاسمخانی که بعد از بهار رهنما رفتش یه زن جوان گرفتش، زنی که حدوداً 20 سال از پیمان قاسمخانی کوچیک‌تره و حدوداً 30 سال سن داره و خیلی مثل اینکه اوضاع احوالش بعد از بهاره بدم نشد. الانم که با خانومش کشورهای مختلف جهان رو جهانگردی میکنن. بهار رهنما هم بعد از جدایش از پیمان قاسمخانی رفتش با حاج خسرو ازدواج کردش که این ازدواج هم بعد از چند سال به طلاق ختم شدش. دیروز هم بهار رهنما یه ویدیویی از زایمانش و روزهای تولد فرزند اولش پریا قاسمخانی منتشر کردش و توی اون ویدیو هم یادی از پیمان قاسمخانی کرد که ویدیوش رو توی کانال قرار دادم، میتونید اون ویدیو رو هم تماشا بکنید. بریم با هم قسمت‌هایی از صحبت‌های بهار رهنما رو درباره جداییش از پیمان قاسمخانی و صحبت‌های درباره فرزندش پریا قاسمخانی رو با هم بشنویم. تا پایان ویدیو همراه ما باشید. به هر حال خودم یه دختر 23-24 ساله دارم که تمام زندگیمه و به هر حال این بچه هم بچه طلاق و جداییه. ما اصلا در صلاحیتمون نیست که بگیم آدمو چرا طلاق می‌گیرن و چرا نمی‌گیرن. اگر من و پدر پریا از هم دیگه جدا میشیم و مسیر و راه زندگیمون رو جدا میکنیم، رشته‌ای که بین ما به دلیل وجود پریا به هر حال به وجود اومده هرگز قطع نمیشه. خب رفقا، حتما نظرتون رو تو بخش کامنت ها برامون راجبه صحبت های بهار رهنما و این ویدیو بنویسید. به نظرتون واقعا بهار رهنما به خاطر جداییش از پیمان قاسمخانی پشیمون شده و آیا اگر راه برگشتی به گذشته وجود داشت بهار رهنما تصمیم می گرفتش که هیچ وقت از پیمان قاسمخانی جدا نشه که هم سرنوشت خودش اینجوری نشه و هم فرزندش فرزند طلاق نباشه؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.